سلام با خبر با من یاسر ابرار خوش آمده در این برنامه خواهید دید ارائه برایند بحث ها و ریزنی های شرکت کنندگان لوی جرگه مشورتی صلح در نشست عمومی چهارمین روز این جرگه خواست هایی داشتن که صلح پایدار میخواهند حفظ قانون اساسی افغانستان حفظ نام جمهوری اسلامی افغانستان که ما خواهان تغییر نام نیستیم از آتش بس گفتگو با طالبان و بیرون شدن نیروهای خارجی تا تاکید روی حفظ دستاوردهای 18 سال پسین شمار همخواهان لغو شورای عالی صلح و گشودن دفتر برای طالبان در خاک افغانستان آیا برایند ریزنی های این جرگه راه خواهد بود؟ در این باره با مهمانان برنامه دکتر فاطمه عزیز رئیس کمیته 16 همه لوی جرگی مشورتی سال واقعی آقای مولانا فرید فعال سیاسی بحث میکنیم سال خوش آمدین مهمانان گیرامی بانو عزیز طالب چطور با مذاکره قانع شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام بینده های محترم خب در قدم اول یک تقدیر میکنیم از تمام نیروهای امنیتی جوانای از ما که در خط جنگ هستن مثل همیش چون حق دارن و یک سلام برشون میفرستیم و میایم سر مسئله لوی جرگه صلح که تا چند روز گذشته جریان داره و قرار است که فردا به خیر ختم شود و ما هم من حیث یک نماینده یکی از ولایت هایی که واقعا د راته ش جنگ سوختن او واقعا رنج او زحمت زیاتره در سره جنگ ها دیدن که در لویه اشتراک کردم فقط به خاطر واژه زیبای صلح به خاطر آمدن صلح که آرزوی تمام مردم رنجیده ما هست و برای اینکه مشوره هم بتین بونو عزیز طالب چطور با مذاکره حاضر شد خب ما فکر می کنم که بحث را که ما در کمیته داشتیم و نظریاتی که در حدود تقریبا 60 70 نفر از گوشه های مختلف افغانستان با ما در یک کمیته دو روز کار کردیم و سر از این مسئله بس های صورت گرفت که چگونه ما بتانیم که مثلا دولت افغانستان بتانه که طالب ها را به میز مذاکره بکشانند موضوعات زیادی را اعضای کمیته مطرح کردند که از او جمله یک مسئله بسیار جدی همی بود که در قدم اول باید یک آتش بس صورت بگیره که هر دو طرف باید به ایگب قانع شوند و کشورهای بزرگ دنیا مثلا خصوصا امریکا و دیگه کشورهایی که در قضایه افغانستان دخیل هستند نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان آقای خلیلزاد و اینا بتونن که دولت افغانستان و همچنان جنای مخالفه یا یا تحریک طالبان را به این قانع بسازن که بالاخره با تفاهم هم قناعت بکنن که یک آتش بس کلی اول به وجود بیاید و بعد از او مذاکرات بین الافغانی آغاز شد. اما چگونه قناعت بکنن راهکار پیشنهادی شما چی بود؟ خب این جرگه به دنبال مشوره هست. به دنبال مشوره هست و, و اکثریت اعضاب به می عقیده بودن که اه کشورهای زیدخل قضیه باید فشار سیاسی وارد کنند. هم به طالبا هم به کشورهای حامیان طالبا مثلا اگر طالبان تنها باشن بسیار وقت شاید به میز مذاکره می آمدن و اینقدر دیر نمیتونستان که در مقابل یک نظام قوی بجنگن حتما چطور که فشار وارد به وقتی که امریکا من حیث بزرگترین ابرقدرت دنیا همکار افغانستان است و ناتو در افغانستان به خاطر مبارزه با تروریسم حضور دارند و اونا هم قربانی های زیاده در افغانستان دادن اینا اگر بخواهند میتونن مثلا که کشورهای حمایه کننده طالبان را قناعت بتن و ما شاهد هستیم که سالانه امی کشورها به خاطر مبارزه با تروریسم پولهای انگفت را دریافت میکنند ما امیدوار هستیم که امی کشورهای بزرگ کشورهای حمایه کننده طالبها را کمک ها رو برشان قطع کنن و یا به هر شکل که میشه فشار سیاسی وارد کنن به هر شکل که میشه اونا رو قناعت بتن که از حمایت تحریک طالبان دست بکشن وقتی که اونا تحریک طالبان را حمایت نکنن بدون شک که اونا با میز مذاکره هم میان و آنچه که خواست های مردم افغانستان است مجبور میشن که به هم لبیک بگن آخه فرید شما حرف های بانو عزیز رم شنیدن پاسخهای های کمیته ها شما شنیدن راهگشا بود بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام خدمت بینندگان محترم و همچنان خدمت همکاران شما و جناب و وکیل صاحب ما تجربه که از لوی جرگا در جریان تاریخی که در سیاست افغانستان کم زیاد داخل بودیم فکر میکنیم که سیومین لوی جرگا یا چارمین لوی جرگه 18 سال یا 17 سال دولت های افغانستان است اما خلاصی را عرض کنم براتون که هر لوی جرگه تایی که ممد و راگوشا به حل مشکلات موجود در افغانستان که جنگ است شده باشه بلکه باعث تشدیدش هم شده است دلیلش چی بوده ببینید؟ سر دلیلش میم حتی در جرگه امن منطقوی علا بر ازیک که قبائل دو طرف سرحد با اصطلاح زعما و بزرگای قوم که میگویند از دو طرف سرحد در افغانستان شرکت کرده بودند رئیس جمهور کشوری که در افغانستان واضحا مداخله میکنه از طالب حمایت میکنه پرویز مشرف هم وجود داشت اما ما دیدیم که امی خواست مشافعتا صورت گرفت بعدا در پاکستان رفته شد با اونا صحبت شد هیچ نوع نتیجه ما از جرگه نگرفت ولی آخه فریده اگه بحثو گذاشته رو به کنار حالا پاسخ های کمیته ها رو کمیته ها به پرسش های محوری آیا راهگشا بود ببینید یکی از جمله 4 سوال مطرح ووت 4 سوال مطرح ووت یکی از سوالوی بود که طالبان خن... چطور میکانیزم رای جرګه ارائه کنه نه کی دنیا ارائه کنه چطور میکانیزم رای جرګه ارائه وکنه به دولت افغانستان کی با او میکانیزم طالب قناعت داده شود تا با دولت افغانستان ببینه این میکانیزم اینا ارائه کردن ببیند. اما شاید شما هم دیده باشین ای کاش راه میکردن که آرمان مردم افغانستان بود آرزوی ما بود آرزوی ما موفقیت طرحهای مردم افغانستان است ای آرزو خواست 35 میلیون مردم افغانستان از گذشته است نه 3200 از نظر ما سوالاتی که بود نه تنها به سوالات پاسخ گفته نشد تورفراویای بود های هم وجود داشت تشکر بانو عزیز بیشتر از این که مشوره بتین شما آمدن آرزوها و آرمانهای خود را مطرح کرده با احترام که با آقای فرید دارم من فکر میکنم خب ایشان باید چنین نظریات داشته باشند چون اشتراک هم نکرده بودند در جرگه به هر صورت من فکر میکنم تمام خواست های مردم افغانستان در امی جرگه در کمیته های پینجا و یک گانه مورد بحث قرار گرفت و اونمو چار سوال که مطرح شده بود شما دیدن که تمام کمیته های که پینجا و یک کمیته بود نظریاتشان شما دیدن و خواستایشان هم شما دیدن و مشوره ارمان های هم را که راه کردن چی بوده؟ شما پیشتر تشریح کردن کامریکا و کشورهای تحصیل گذار به هر شکلی که میشه فشار این مشوره؟ یک مشوره خوامی است و خواست های دیگه مشوری دیگه ای بود که دولت افغانستان وقتی کشورهای حمایگر را و یا هر گروه تروریستی دیگه را تشخیص میکنن باید او کشورها شناسایی شوه با ارائه اسناد شکایت به سازمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت شوه که خود از یک بسلوا یک مشوری بسیار خوبی است برای طالبا برای, برای برای کشورهای که طالبا را حمایت برای کشورهای بزرگی که در افغانستان به خاطر مبارزه با تروریسم حضور دارند از طرف دیگه مشوری که برای طالبا داده شد که بیاین بیا در قانون اساسی را کدام ماده که شما میخواین که او به خیر مردم افغانستان باشه اگر میخواین تغییر کنه یعنی به این موافقه کردن که ما بعضی از ماده های را که او خلاف منافع ملی مردم افغانستان نباشه ما میتونیم که با مشوره لوی جرگه عموم مواد قانون اساسی را تعدیل هم بکنیم یعنی به این نقطه هم موافقه کردن با. پیش و از این مشوره این که ای دادن طالبان گفته نشده بود همین بحث اجازه بدین خود, حکومت طالب... هم در کنفرانس کابل این بحث مطرح

مشوری دیگه همی بود که قانون اساسی را قبول کنین اگر نمیکنین در کدام ماده که شما مثلا بسیار اعتراض دارین و او ماده را لوی جرگه میتونه که تعدیل برش بیاره مطابق اما اصول که در لوی جرگه است اجازه که اک... وقفه میگیریم پس از وقفه بیشتر دامه پس از میان برنامه فرخبر دامه خواهد داشتیم به ادامه فرا خبر خوش آمدید بانو عزیز گفتم میشه که امشب با رئیس جمهور هم میبینن رئیس جرگه و رو راستای که ها برای چی؟ خب تا جایی که من معلومات دارم برای امشب فقط از های شورای ولایتی ولایت های فکر کنم شمال شرق با رئیس جمهور یک دعوت ترتیب شده در ارگ از طرف رئیس جمهور که اونا دعوت شدن ما نه ازای جرگه جرگنه ما امو یک جلسه دیگه است که قرار است بین تمام رؤسای کمیته ها در خود جرگه برگزار شود نه در ریاست جمهوری نه دیدار تنظیم نشده برای نه خیر دیدار تنظیم شده ولی برای اعضای شوراهای ولایتی نه برای همه وکلا که اصلاح کرده بودن در جرگه بله بله در اشتراک داشتن این دیدار فکر میکنید چه معنا میتونه داشته باشه چه باهی ایجاد میکنه آقای سیاف امروز گفت که فیصله های جرگه به جانبداری از هیچ کسی نخواهد بود این اطمینان از میان میره خب ما فکر میکنم که همین گپ ما میخوایم به صراحت براتون بگم که دا آغازم هم بسیار ها بود که جرگه جرگه کمپاین است یگه پاس کم بود که ما هم اشتراک نکنم اما بازم با مردم که مشوره کردیم گفتن نه تو از یک ولایت جنگ زده هستی مردم تو خاطرات بسیار تلخ از جنگ داره صدای صلح بلند شده تو برو حتما اشتراک کو برنامه دی جرگه اشتراک کردیم و تا آل چند روز است که دمیجه ما کار میکنیم تا هنوز کدام گپ کمپاینی رو خود نشونیدیم نشنیدیم یعنی به نظر ما اگر هر مسئله رو ما ببریم به طرف ازی که ولای مسئله کمپاین است در این شرایط حساس وقت صدای صلح بلند میشه یک یک جرگی کلان به خاطر صلح برگزار میشه ما نباید تو زیاتر منفی جلوه بدیم خوب است که امیر بله. مثبت فکر بله. کنیم و امیر یک قدم خوب فکر کنیم در شیده شرایط اساس برگزاری این می جرگه و اشتراک سرتاسری تمام مردم افغانستان بله. شما ببینید از دورترین نقطه افغانستان که شاید او مناطق طالب ها هم حاکمیت داشته باشند مردم در جرگه اشتراک کرده و با بسیار علاقمندی دمی مسائل سهم گرفتن نظریات خود را کردند و تا آخرین دقیقه جلسات اشتراک کردند خود بلی. از این نشان می که این جلسه جلسه به نظر ما کدام موضوعات کمپاین خود ما تا هنوز نشنیدیم سپاس آقای فرید گفتم میشه که برخی از رؤسای کمیته ها و در پلیش بنو عزیز اشاره کردن که برخی از اعضای شورای ولایتی که عضو جرگه هستن قرار است با رئیس جمهور شب دیدار بکنن فکر میکنین ضرور است این دیدار را باید انجام شود خب رئیس جمهور از بار کس که میبیند نمیبیند ضرورت غیر ضرورت شبه او مربوط میشه من نمیخوایم سر از مسئله بحث کنم به نظر ما اگر بحث متمرکز سر جرگه بسازیم ما بیشتر ترجیح ولی. ولی اخوی فرید این اگر انتباه رو به میان میاره که قطنامه که فردا قرار است اعلام شود ممکن است که نکاس دیدگاه حکومت ما باشه تا قطنامه ببینید یک نقطه ای که بسیار واضح نبود هرقدر که جرگه را تعقیب کردم جرگه را تعقیب کردم چیزی که دونه ایدم یک سوال دیگه بود او سوالی است که اگر طالبان با آنقدر تزرعی که از 3200 نفر صورت گرفت اگر اینا حاضر نشدن فیصله ها یا مشوره های جرگه با پذیرن پس میکانیزم با ای برخورد طالب ها چیست ما این قطعا در جرگه ندیدم که یکی از نقصه های بسیار بزرگ است ببینید نکته دوم براتون میگم که آن چیزی که در افغانستان آن قدری که در افغانستان سلخوی صورت گرفته که حتی کلمه صلح به اگریش خان تبدیل شده است با تمام مقدس بودنش با تمام تقدس بودنش اما هر کس از سلح نان خورد از صلح آب خورد از صلح جایگاه بسته کرد حتی تعداد از شخصیت ها تعداد از شخصیت های ما با بسته کردن اونمو آرم جرگه مساله هم یک افتخار برش است با اونمو هم یک خودنمایی میکند و نشان میده که ما در فلان جا رفتم در فلان جا صحبت کردم در غیر از او چیزی که بیشتر در افغانستان سر صحبت سر مصالحه است بیایم اینطور قضاوت بکنیم اگر رئیس جمهور یک بار در ژنو با تریبون دنیا صحبت کرد یک بار هم در افغانستان در نشست کابل تمام برنامه را به ارتباط مصالحه گفت آیا او برنامه های اشتباهی وجود داشت که امروز باید تصیم شد بله این از کاستی ها ولی امی حرف تازه که در جرگه وجود داشت چی بود به نظر شما حرف خب خارج جرگه بودم از طریق مطبوعات گزارش ها را تعقیب می کردم ما هیچ چیز تازه حتی از زبان مدرسه, مدرسه ای که میشنیدم ندیدم از زمان مکتبی که میشنیدم ندیدم از از زبان تبنگ فروش هایی که در شهر کابل هستن میشین از زبان سیاست مدارا عام مردم افغانستان چیزی که تا امروز معمول بود امو مسئله مطرح شد در جرگه هیچ چیز نو هیچ میکانزم نو به نو با ارتباط مسالحه هم در جرگه نیافتم پس برایند این چون این جرگه چه خواهد؟ ما اینطور میگم. یک چیز در برایند شما پیشتر گفتین و اشاره کردین به اینکه رئیس به جمهور یا با شورای ولایتی میبینند که در مسائل جرگه دست داده شود برای تضمین وجود نداره که دست داده نشه چرا این 51 کمیته وجود ندارن که ما این گپ گفتیم این گپ گفتیم با این گپ بیاید برایان ببین ما تناقضات میگویم یک قسمت از مردم در جر... در گزارش در جرگه ای بود که یک ماه رمضان آتش بس شود یک قسمت مردم دایشی بود که عملیات شبانه قطع شود یک ادام مردم مردمی بود که بندیای طالبایل یک ادم طالب میگفت که نه بندی لا شود نه مسائل شبانه قطع شود و نه هم به طالب کدام امتیاز دیگری داده شود باید طالب پیش از مذاکره هیچ نو امتیازی برش داده نشود آیا جمع بین گپ گپای متضاد از طریق جرگه بیرون میشد روی این صحبت خواهیم کرد آقای فرید در بین همه این حرف ها یکی از کمیته ها گفت که شورای عالی صلح باید لغو شود مشوری خوب است فکر می کنم اجازه ما از شورای عالی صلح هم کدام دستاورد ملموس که مردم افغانستان ای قبل از, از, قبل از دا دا ای که جرگه بگویهی زاینا نبزهدهابارسر صبت کردهمردم فتشهتا مامردم نیستمکها ارفتمای صحبتد اتباط شرا در تمام مسائل که در جرگه امرز بود مردم صحبت کرده یک نکته از صحبت مردم عادی افغانستان ت روشنفکراره رو بگذارکه بیرون نبوده چیز جدید در جره ی نبونت ای اولین جرگه صلح نیست ای چه تفاوت داره با جرگه صلح آقای کرزی که ما در اونجا رهبر جهاد مقاومت از دست دادیم بعد از پروگرام مصالحه بعد از اینکه رهبر شهید رئیس شورای عالی صلح شد اما این نمو جرگه بود ва и ҷирга бо ҷирга кудам тафовут надора аммо агар и ту бардошт шава ки нӣ و مردم شکر. مردم افغانستان نبودن و ای مردم مردم افغانستان نبودن این مردم مردم افغانستان هستن اونا اهل خبره نبودن اینا هستن خو این مردم بود بون عزیزه چرا تکرار روی تکرار و هیچ حرف تازه در این جرگه گفته نشد همین حرف تازه که شما فکر میکنین گفته شد در جرگه مشورتی چی بود به نظر من تمام حرفایی که گفته شد اینا مردم افغانستان اینا چیزایی بود که در جرگه گفته شد این کدام حرف تازه اگه آقای فرید داشته باشن میتونن از طریق تریبیون شما باید مطرح کنن که قرار از قطنامه ای که تدوین شود در قطنامه میشه که چرا اجازه امی جرگه به خاطر ازی برگزار شده که نظریات مردم افغانستان گرفته شده که گرفته شد شما دیدین آقای فرید میگن که مثلا تضاد دا... بله میگن که تضاد وجود داشته در دا نظریات درست است اختلاف نظر شاید از جمله 51 کمیته نظریات دو یا سه کمیته متفاوت تر بود ولی قطنامه که قرار است تدوین شوه اوجا باز یک انسجام صورت میگیرد تمام اعضای کمیته رو حسا میشینن از تمام گزارشاتی که از پینجا و یک کمیته آماده شده از یک خلاصه را میکشند و یک قطنامه را ترتیب میکنن که شاید باز میشه که فردا شما در جریان قرار بگیرن و او قطنامه به سم کل مردم افغانستان رسانده میشه که امکان دارد دا اوجا تمام اختلاف نظرها باز از بین بره و یک نظر توحید جمع شوه به هر صورت ما فکر میکنم که باید, باید گپشون کاملا مخالف هستم که میگن کلمه صلح رشخند شده ما بسیار متاسف هستم که ایشان من حیث یکی از های بسیار خوب از این مملکت چنین یک گپ را گفتن ما بسیار جگرخون هستم اجازه بدین اگر ما کلمه صلح رشخند هیچ وقت باید در موردش نگیم کلمه صلح رشخند است و اگر کسانی که کلمه سال رشخند فکر میکنن اگر در زمان حکومت مرحوم دکتر نجیب الله می آمدن و مش مصالحه ملی را قبول میکردند امو وقت هم سلح اینا رد نمی کردن. امروز ما به این سرنوشت دوچار نمی و امروز متاسفانه امو کسا پروگرام صلح تحریم کردن لوی جرگی صلح تحریم کردن نه آمدن در کنار مردم افغانستان <تصفح> اگر... اگر می برنامه کمپاینی بود خورد شما می آمدین با دو نفر می کمپاین خود میکردن چی پروادش که می آمدین در خیمه در مثلا امی جایی که مردم هستند به اینجا با مردم <تصفح> می دیدن در باره حرفای مهم <تصفح> و کلان همین جرگه اگر بمانیم بانو عزیز مثلا در رابطه با ویژگی های حیات مذاکره چی چیز مهمه گفته شد؟ خب در حیات مذاکره کننده اول خوبه ای نظر بودن که از تمام اقشار افغانستان در حیات مذاکره کننده شامل باشه حضور داشته باشن هم از زنان و جوانان جامعه مدنی کلگی ولی تعداد کسانی که در ایجرگه اشتراک میکنن به اون شکل نباشه که قبلا بود یعنی یک گروپ بسیار مختصر که مشمول تمام گروپ ها باشه مثلا به با شمول خانم ها و جوان ها و جامعه مدنی و یا باشه به هر صورت انتخاب ازيره دغه باید از سر از انتخاب ازي بس صورت نګرفته ولی به هر صورت ما فکر میکرم که بواز یک میکانیزم مشخص را به خاطر انتخاب ازي باید آ... تایین بوكونن په خاطر چی په خاطر ازي كه د گذشته هم مثلا د 3150 نفري را كه وړانده كرده بود حکومت او بهي خاطر نه بود كه مثلا حکومت بيسره علاقه درشه كه 150 نفر روان كنه مجبور بودان چروا برکولي باید بوج ميددان هر کس كه ميديد كه والله از ما استيم از, از گروپ من است از تنظيم من است عزيز به من است زیر فشار می آوردن حکومت مجبور شد که 150 نفر معرفی کنه که شما دیدین با چالش کشیده شد و طالبان با مسخرگی گفتن که اینجا کدام محفل عروسی نیست که 150 نفر اینجا بیا و مذاکره سال هم شما دیدین که با چالش کشیده شد آقای فرید عزیز میگن که اگر حرف تازه هم نبود حرفایی که گفته شد خواست مردم هست و در هر صورت باید گفته میشد فکر می مثلا یکی از موارد باز کردن دفتر برای طالبان در داخل افغانستان بود این یکی از حرفهای خوب گفته شده ببینید ما یک سبب تن بگم که ما پیشتر گفتم که رو برای ما ما گپ متهم ساختن خانم عزیز که توقع گفتم با تمام تقدس کلمه سال از اون کلمه گریش و مسخره گیر جور شده است هر کس به با هر صلح یک پروژه جور کرده اینو پول بگیرن پول بکشن کسی به خاطر جور کردن تالار لوی جرگه کسی به خاطر فامیل دادن معاش یک تعداد مردم که آمده و میروه کسی به خاطر نانش خو می یک وضعیت موجود است که نمی است و همین مصروفیت که امروز در کابل ایجاد شده است آیا این مصروفیت لازم بود که با هیچ گپ جدیدی هم نیست ما بیایم عمق مردم مصروف بسازیم نیروهای ام امنیتی خود مصروف بسازیم جاده ها را بند بسازیم کار غریب کاری که روزمره نان پیدا میکنه از از, دهنش بگیریم با چه مردم در مسیر را برای دکتر کشته شود پس چه باید میشد برای جمع کردن صدای مردم شنیدن صدای مردم صدای مردم از گذشته ها صدای مردم چند بار رئیس جمهور از زبان خودش در نشست کابل گفتن که صدای مردم افغانستان است پارلمان اینا و پارلمان بودن صدای مردم است ضرورت به چی که ما سه هزار نفر از سر و سر افغان نصف از هم خواب باشند شما کلپا را دید نصفش هم خواب باشند یک نقطه دیگر هم براتون بگیم که کمپاین کمپاین گفتن ما بانو عزیز متوجه باشی که عضو هیچ تیم کمپاینی نیستم چرا به خاطر کمپاین تو هنوز وجود نداره یگانه تیم کمپاین میکنه, میکنه، مردم کور متهم میسازه او گپی که مردم نسبت به او میگوید او گپ بازی است که میکنه یا نمیکنه ما جرگه هیچ وقت نگفتم جرگه کمپاینی بود نگفتیم ما ما یه که جرگه حرف تازه به مردم افغانستان نداشت حرفای تکراری بود که در کوچه بازار دکان مغازه دفتر دیوان مکتب شورا و تمام مردم گفت گپ دیگه را گفتین که دفتر برای طالبان نبود ده بار رئیس به جمهور ای گپ به زبان خدا آوردین و فیصله شده است که بین رئیس به جمهور خواست دارشیف مطبوعات شماست که در کابل دفتر دشکر. بتیم یک نقطه دیگه هم بسیار باریک است بسیار, باری بسیار, باری بسیار, باری بسیار باری بس. زیبا بود که ما جرگه را وقتی دایر میکردیم که طالب ما را می گفت که طرف مذاکره ایم هستین باز ما چرچوکات صحبت خوده حال با کی صحبت میکنیم ای گپا نشه و که یاد ما برادیر شد تشکر بانو دکتر فاطمه عزیز رئیس کمیته 16 لوی جرگی مشورتی صلح و آقای مالانا فرید فعال سیاسی از همین بینده ها هم تشکر شب بخیر